آذر بزین یه شخصی بود که تو مهرآبادی که من زندگی میکردم همسایه ما بود و من از اون اول هم از این شخص خوشم نمیومد، پدرم هم میگفتم، ولی خب پدرم خیلی باش دوست بودم. آذر بزین خلبان خوبی نبود، فرمانده خوبی هم نبود و عقده عجیبی داشت، مخصوصا به کسایی که آکروجت پرواز میکردن، چون تو کتابش هم اینو چندین بار تکرار کرد، عقده داشت راجع به این چیزا. آدم بود که مارمولک بازی زیاد میکرد، پشت صحنه خیلی کار میکرد و با پدرم بد بود، برای اینکه عقده ای داشت به پدرم راجع به همین موفقیت پدرم. اون موقع خب پدرم خیلی موفق تر از اون بود دیگه. و آذر بزین از من مطمئن میدونم که از یک سال قبل از انقلاب با این رژیم همکاری داشت میکرد، اونو 100% میدونم. و با امید این که یه روزی فرمانده این رو هوایی بشه که شد، ولی بعد از 2 ماه به خاطر اینکه افسران این رو هوایی این آدم رو قبول نشدن و منفور بود، برش داشتن باز. بعد رفت پشت صحنه با اینا کار کرد خیلی زیاد. کتابش هم اگه بخونید که جز از تعریف از خودش و بدگویی از بقیه چیز دیگه نیست، حتی کسی مثل تیمسار خاتن که اینقدر به این کمک کرد بعد این بد میگفت، یه جایی میگفت پدرم چقدر کمکش کرد، صفحه بعد میگفت. این دلیلی بود که من براش نامه نوشتم، من که میشناختمش. و یکی چیزایی که خودش اقرار کرد که یه لیست افسران نیروی هوایی که تو زندان بودن براش آوردن و گفتن که کیو اعدام کنیم کیو نکنیم. با کمال وقاحت نوشتی که من لیست رو انتخاب کردم که اعدام بشه کی نشه. خب میدونیم کیا رو انتخاب کرد دیگه. این آدم به نظرم خیلی خائنه و این دلیل من جواب خیلی تندی براش نوشتم، برای اینکه هر چیزی حدی داره.